بی محبتی منم داشتم تو زندگی. من از این ترسنده نه، این رو آنتم میگین؟ نه، یعنی اگه قرار باشه که همش ما نقاب بزنیم به صورتمون و از چیزای خوب بگیم و مدام بگیم خب ما الگوی این جامعه ایم و باید بگیم شرایطمون گل بلبله، خب باورپذیر نیست. کی توی خانوادهش همه چیز نرماله، همه چی اوکیه؟ منم داشتم، منم عین شیرین توی همین 17 سالگی اونجوری که دلم میخواست از محبت خانوادگی بهره نبردم. خیلی تنها بودم، خیلی تنها، خیلی خیلی اذیت شدم. منتها راهی که ما دوتا انتخاب کردیم یکم متفاوت بوده و الان خوشحالم که اون موقع خدا منو اینجوری گرفت گذاشت اینجا اون موقع، ولی یه خورده برای شیرین یکمی دیرتر، چند سال دیرتر این اتفاق افتاده که خدا برش داشته از اینجا گذاشتتش اینجا. و من الانم که روی آنتن هستیم ترسی ندارم از این که بگم واقعا علت این که اینجا هم از پدر مادرم تشکر میکنم، به خاطر اینکه اونا باعث شدن که من یه جوری فکر کنم که همیشه دلم میخواد دیده بشم، به خاطر اینکه کم محبتی، بیتوجهی دو راه پیدا میکنه، دو تا حالت داره، یا آدم از اونوری میره یا آدم از اینوری میره. و این چقدر مهمه، چقدر جای فکر داره که پدر مادرها اینقدر فکر نکنن که همش به گردن بچه ها حق دارن. البته با عذرخواهی از پدر عزیزم که اینجا نشستن، وقتی که وارد شد تمام تنم لرزید وقتی دیدمشون، که یه پدره و چقدر احترام پدر مادر واجبه و چقدر ما اینو از بچگی یاد گرفتیم که احترام پدر مادر واجبه. بله ما مسلمونیم و با این اعتقادا بزرگ شدیم، ولی از منظر دین اسلام حتی اگر یه بچه‌ای به خاطر بی‌موالاتی پدر و مادر، سهل‌انگاریش، یه گوشه از پاش حتی بسوزه، اون پدر گناه کرده. یعنی اینجوری هستش که من فکر می‌کنم پدر مادرم خیلی وظایف دارن برای بچه‌ها که انجام بدن و انجام نمیدن. تو خیلی از خانواده‌ها این حالت هست و بچه‌ها واقعاً دچار سردرگمی میشن، پریشونی میشن، راهنمایی درست ندارن، نمیدونن چی کار بکنن، میخوان یه جوری تو جامعه سر در بیارن، یه جوری میخوان خلاص بشن از این افکار. مثل شیرین که حالا میگه اون تایم به اعتیاد رو آورده و خب بالاخره اعتیاد ته درماندگی، ته استیصاله، یعنی دیگه اونم برای یه دختر جوون چی میتونه بدتر از این باشه؟ که خدا رو 100,000 مرتبه شکر که الان دست این دوتا عزیز رو تو دست هم دیدم. ولی خواهش میکنم از پدر مادرها که خیلی خیلی مواظب به بچه هاشون باشن، چون روح یک فرزند شکننده است و هر سنی که باشه به محبت عمیق پدر مادرش نیاز داره. من این کمبود همیشه همراه هم بوده و مثل شیری من از 17 سالگی به امان خدا رها شدم، ولی تو اون تایم زندگیم فقط خالصانه از خدا میخواستم که کمکم بکنه و کار کردم، شهریه دانشگاهمو دادم، همه کاری، خرید و فروش قطعات کامپیوتر، منشی آموزشگاه، هر چی که شما فکر کنین، مامای 40 تومن، 30 تومن، عجیبی ما داریم تو مازن هر کسی میشینه. و اینجوری بود که خدا هم بهم نگاه کرد، ولی خب خیلی دوران سختی بود. شرط که تو بیای لباس تن تو بفروشی و زندگی بکنی، پدرت هم این خیالش نباشه که تو داری چی جوری زندگی میکنی، اصلا حالتو نپرسه. تو همین الانم علارغم اون ظاهری که همه ما بازیگرا داریم و جلوی مردم، بله ما بسیار در خانواده آرومی زندگی کردیم و در خانواده ما هیچ وقت دعوا نبوده، هیچ وقت در صلح و صفای، نه اینجوری نیست واقعا. عقبه ما یه چیزای دیگه، یه مسائل دیگه، و من همین الان بازم از پدر مادرم متشکرم، بازم قابل احترامن. تا الانم همیشه دستشون رو بوسیدم و سعی کردم بچه خوبی براشون باشم، ولی ازشون توقع داشتم، کمکاری کردن، کوتاهی کردن و دلم میخواد که هیچ پدر مادری اینقدر نسبت به بچهش بیخیال نباشه. من برنامه تو رو دیدم شیرین، خیلی حال کردم. این شجاعتت، این صداقتت قابل تحسین بود برام و بسیار خودم رو نزدیکش دیدم. ولی خب آدم ها فکر میکنم یه خورده شاید ظرفیتشون با هم متفاوته. ما قاضی هم نیستیم که بخوایم کسی رو قضاوت بکنیم. داشتم به چی فکر میکردم خانم بختیاری؟ داشتم فکر میکردم اگه سال بعد موصل داشته باشیم شما رو با مامان بابا بیاریم. من خیلی خوشحال میشم، به خدا قسم من عاشق پدر مادرم، جونم هم براشون میدم.
ولی خیلی تنها موندم آقای علی خانی تو این سالا، اذیت شد.